از کیمیا پارسا بگید. عرض کردم خدمتتون، همسایه‌شونم. راستش مادرش خونه نبود، من به جاش اومدم. ولی شما نگران نباشین، ایشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد. اونا هم که از کیمیا هیچ اسم مشخصاتی ندارن. اون اعلامیه ها از هر اسم مشخصاتی بالاتره. شما که پدرشو میشناسید، اون یه نظامیه، شدیداً هم نگران اینجور فعالیت هاست. من میترسم برای کیمیا مشکلی پیش بیاد. حداقل باید مادرشو در جریان بذارم. بسیار خوب، پس اجازه بدید این کارو خودم انجام بدم. لطفاً. می‌خواستم برم پیش آقای رئیس. همین الان پیش پای شما رفتم بیرون، فکر می‌کنم چند روز دیگه برگردم. نشونه چیزی دارین ازشون؟ نه خیر، ندارم. چیکارش دارین؟ بگم برم واسه کار. کارگر نمی‌خوام. بفرمایید خانم، بفرمایید. با چند تا کارمند به اسم شرکت بازرگانی کار میکنم. اینو پوششی سابقیه. سادسم درست بود. یکی از شکنجگرهای معروف سابقه، واسه مصار بهروزی. این یارو که میاد خونتون میره شهرام. خوب میدونین چی کار هست؟ کیوان یه سابقیه. غیبت دیروزتو پاک کردن. هر اتفاقی که افتاد، تو دیروز مدرسه بودی کیمیا. متوجه که هستی؟ تو دیروز مدرسه بودی. از اون رفیقت چه خبر؟ استواره فرخ پارسا. فعلا دارم امتحانش میکنم. تا الان هم خوب عمل کرده. شهرام، به اینجور آدم ها نمیشه اعتماد کرد. آدم ها وقتی تو مخمصه بیفتن، هر کاری ازشون بخوایم انجام میدن. برم چشما خوشگل نبینه. میخوام بگم همه اومدن و همه منتظرم. بیا بریم وقتش. خانوما دقیقه ساکت باشید، دستتون درد نکنه. خدا خیر بده به همتون. من خیلی خوشحالم یه همچین روزی رو میبینم. خدا رو هزار مرتبه شد. هممون میدونیم عروس خانم گلمون منیژه جون چند سالیه که مادرش به رحمت خدا رفته. خدا بیامرزدش. پدرش آقا کرم علی هم که این نامردا چند مدتیه که بیکارش کردن. از اینکه همتون همت کردین، دست به دست هم دادین، یه همچین مجلس آبرومندی رو برگزار کردین، از همتون ممنونم. خدا خیرتون بده. عروس خانم گوش. با عروس خانم چه کار دارین؟ منیژه جان بیا دم در، کارت دارن مادر. کی کارش داره؟ بذار بیاد خودش میفهمه. بیا برو مادر. بفرمایید. ایشالله خوشبخت بشی. مبارکت باشه منیژه جان. معصومه جانم، میگم خط کیمیا رو دیدم یادم افتاد از تشکر کنم. خیلی خطش قشنگه. زحمتش افتاده بود گردنم. ببخش تو رو خدا. منظورت مدرسه شه؟ بله، دردسرای مدرسه. حالا خدا رو شکر مشکلی پیش نیامد. ولی مدیر مدرسه شون میگفت مامور سواکی خیلی عصبانی بوده. کی؟ تو که گفتی کیمیا همه چیزو بهت گفته. مدیر مدرسهشون گفت کی عصبانی بود؟ مامور سواد. خیلی خوب، حالا که مهری جون الان که اتفاقی نیفتاده. نمیدونی همسایه‌ها چقدر زحمت کشیدن. از طرف من از همشون تشکر کن. حتما. سلام علیکم. سلام. سلام. خیلی تبریک میگم. مبارک. ممنون. من دیگه با اجازهتون برم. خب همین چی خوب پیش میره؟ مهری جان گفتم نگران نباش، مدیر مدرسه‌شو مامور سواکیه رو دست به سر کرد رفتن دیگه. الان که مشکلی بفرمایید دهنتونش. من نمیخورم. آقا داماد بود؟ بله. دستش درد نکنه، شیرینی هم آورده. ببخشید. خب باشه، دهنتو شیرین کن مهری جان. یه شیرین. معناز خانم زحمت بکش. خانم وای شیرینی رو دیگه آقا داماد آورده. این شیرینی خوردن داره. بفرمایید. مهری جان گفتم که نگران نباش. چه جوری نگران نباشم وقتی دو تا قول تاشن از سابقی افتادن دنبال یه فسقل دختر من. میدونم عزیزم. اینه باز میدونم. میدونم حق با توه. اگر بیان سراغش دوباره درد سر درست میشه. ولی مهری جان گوش بده، گوش بده. این همین آقای شهرام کانفر. اگه مشکلی پیش بیاد میتونه درستش کنه. نمیتونه؟ این قضیه چه ربطی به شهرام کانفر داره؟ این همون چیزیه که میخواستم بهت بگم. ببین مهری جان،
توی محل شایع شده این آقا مأمور عالی رتبه ساواکه. البته بگم من باور نکردم، گفتم با خودت حرف بزنم. مهری به خود الو آقا شهرم، سلام عرض کردم. فرخ هستم. تویی فرخ؟ خوبی؟ ممنون، به لطف شما. میخواستم اگه مزاحم نیستم بیام یه سر پیشتون. چرا؟ اتفاقی افتاده؟ حالا چطور بگم، رفتم ملاقات بیژن، نمیشه تلفنی براتون توضیح بدم. اگه اجازه بدی بیام حضوری برات بگم چی شده. خیلی خوب، پس من میام میبینم. باشه، پس من اداره میمونم تا بیای. نه ببین، ممکنه دیر و زود بشه، تو برو خونه تون، منم میام همونجا. خونه؟ آره. چیه، نکنه مزاحمم؟ نه اختیار دارین. این چه حرفیه آخه؟ ببین اصلا نگران شام نباش، خودم یه چیزی میگیرم سر را میام و هم میخوری. مشکلی نیست؟ نه مشکلی نیست، قدمتون سر چشم. بس میبینم دیگه. خدافز. خدافز. بله. به خدا همش تقصیر من بود، من به کیمیا گفتم بره اعلامیه رو برداره. نه تقصیر تو نبود که، من خودم حواسم نبود تو روز رفتم، تو گفتی من تو روز نباید برم، تقصیر خودم بود. اگه من نترسیده بودم الان هم اعلامیه ها پخش شده بود، هم تو در سر نمیافتم. باشه، ولی من هم نباید تو روز روشن میرفتم نور برم، اشتباه کردم. خب به هم نون قرض میدین خواهر برادری، اون نبود من بودم، من نبودم اون بود. خوب هم نون قرض میده. حالا دیگه ببخشید دیگه، حالا مدیر ما میکار کرد که دیگه حل شه، یعنی دیگه اینا دنبال من نگرن. خدا شکر به خیر گذشت. آره خدا شکر، اثر کیمیا که گذشت. فقط این وسط من پیش دوستم سکه یه پول شدم. یعنی چی؟ خوب نباید اونا رو اونجا دم خونه مردم ول می‌کردین. نه دیگه نه خواهم. من بهت گفتم روز نرو برد. شما اگه میرفت کافیه. شما از کی شنیدین شهرام کنفرانس ساواکیه؟ یعنی کی تو این محل میدونه که شهرام کنفرانس ساواکیه؟ من که از نرگس شنیدم. منم که گفتم از امین شنیدم. بفهم. یه ذره اینو به من اعتماد کرده بودن، حالا باز بامبوله شهرام دوباره همه چی به هم می‌ریزه. حالا من میگم که اصلا بیان دیگه شهرام خونه رو ندیم. نه بابا بیاد. سلام بابا. سلام آقا. سلام آقا. ممنون. خسته نباشید. بریم از صبح سفره درست کنیم. نه چه عجله ایه. بذار یک دو ساعت دیگه. شما برید تو اتاقتون درستتون بمونید. بودیم بابا. یکی دو ساعت دیگه. آره بابا گشنته. نه. پس بود. حالا بود این تو اتاقات. برای چی یکی دو ساعت؟ من با تو کار. بیشم. خیره ایشالله. ایشالله خیره. حتما. مری میخوام دو کلام حرف بزنم. خوب گوش کن. خواهش میکنم جرم انجرم رو ننداز. میگم چش. قول میدی؟ قول میدم. ببین من میدونم تو از شهرام متنفری. میتونم اصلا روی دیدنش هم نداری. خب امشب میخواد بیاد اینجا. بیاد اینجا؟ آره. دیوونه شدی؟ بعد این همه بگونگو امشب شهرام کانفر باشه بیاد اینجا؟ مری خواهش میکنم به حرفام گوش کن، قول دادی شلوغش نکن. اون زنگ زده داره گفت میخوام بیام خونتون، منم تو رو دروایسی نتونستم نه بگم، تازه گفت شامم میگیره میاد. میخوام 100 سال سیاه شام نگره بیاد. ما گدای سر کوچه ایم که به بهانه شام بخواد بیاد اینجا؟ به هیچ کی نمیتونی بگی نه. مری
اون به خاطر من نمیاد اینجا. یه موضوعی بود در مورد بیژن، نمیتونستم تلفنی بهش بگم. متوجه باش موضوع مرگ و زندگی یه آدمه. تنها کسی هم که میتونه برای بیژن کاری بکنه همین شهرام. همین شهرام، پاشو از این در بذاره تو. من دست این بچه ها رو گرفتم از در رفتم بیرون، بهت گفته باشم. بابا تو چرا اینقدر، چی بگم مری؟ قول میدم فقط همین یه شب باشه. نه امشب، نه هیچ شب دیگه ای. برو سر کوچه وایسا قبل از اینکه پاش برسه به این محله، ردش کن بره اگه نمیتونی خودم برم. مری جان من، جان بچه ها، من الان بهش نیاز دارم. بسا اگه امشب بیاد تام پاش برو تو اتاق، کاری نداشته باش، مهمون منه، من ازش پذیرایی میکنم. دیوونه شدی؟ دیوونه شدی؟ خیلی خوش اومد. ببن چرا که میدونم کوبیده دوست داری، ولی خانواده تو نمیدونم. شهروندم ببخشید، من دیر به بچه خبر دادم، اونو شامشون خوردن. شامشون خوردن یعنی میخوان با من بخورن؟ نه بابا این چه حرفیه. برها مهم نیست، بعدا میخورن. الان سفره رو میندازم ترتیبش. نه ولش کن، عجله نیست، بریم پشت بوم. پشت بوم؟ آره. پشت بوم واسه چی؟ پشت بوم همان یه سیگار میکشم، هم تو درد دل میکنیم، از مشکلاتت میگی، از همین برای دیگه. نه آره آره خیلی بهتر. دست چپ برو. اومده اومده. ابراز نیاز به کسی که منتظر تا تسلیم شدن تو ببینه، حتی اگه به خاطر نجات جون یه انسان دیگه باشه، از تو یه مهره می سازه. یه مهره توی یه بازی خطرناک. اولین تأثیر این بازی خطرناک اختلاف بین پدر و مادر من بود. تلاش مادرم از سر عشق بود، عشق به حفظ پدرم از خطر، خطری که سادگی و صداقت پدرم هرگز نمیتونست مانع وقوعش بشه. شهرام چراغ انبارت روشنه. اونجا انباری نیست، اتاق دخترم کیمیاست. جدی؟ چه جالب. بفرمایید. چه جای باصفایی داریم. ممنون. بهتر سیگارتو زودتر بکشی، چایتم بخوری، بریم پایین، شام از در نیفته. گفتم بیاین بالا که مزاحم بچه‌ها نباشیم، دو نفری حرفمونو بزنیم. بله. خب گفتی رفتی سراغ بیژن ها؟ بله بله، امروز رفتم سراغ بیژن. اتفاقا اونم حرفای تو رو تایید کرد. خب بعضی از زندانی های به بهونه آزادی میبرن و سر به نیست میکنن. وقتی یه رژیم به آخرای عمرش برسه، برای بقای خودش دست به هر کاری میزنه، کاری که حتی نمیتونی تصورشو بکنی. فرخ وای وای، کی فکرش میکرد یه حکومتی با این جلال جبروت. رفتنیه. آره نمونش هم من و تو. آدمایی که یه روزی حاضر بودن جونشونو پای این حکومت بذارن، حالا فقط به فکر خودشونن، دیگه حاضر نیستن برای این رژیم جون فشانی کنن. این یعنی مرگ حکومت. شهرام به نظر تو آینده مملکت چی میشه؟
پس این حکومت به شمارش افتاده تا گردن رفتن توی لجنزاری که خودشون درست کردن، اما قبل از اینکه به طور کامل غرق بشن نزدیکان خودشون رو قربانی میکنن، آدمایی که بیشتر از همه به اونا نزدیک بودن و الان دیگه فرصت فرار پیدا نکردن. من که بالا عقلم به این حرفا نمیرسه. بهتر بریم سر اصل مطلب. شهران جان الان فقط مشکلم بیژن نیست، خواهرم فروغ حالش خیلی خرابه، خیلی نگرانشم. تو که از رابطه من و فروغ خبر داری، میدونی که از بچگی این مادر منو بزرگ کرد. از وقتی که پدر و مادرم خدا بیامرز سر به زمین گذاشتن، فروغ هیچی برای من کم نذاشته، حتی با وجود مخالفت شاپور. من خیلی مدیونشم. اون افتاب لب بومه ممکنه هر لحظه به فراغ شهرم. من به خودم قول دادم حتما برش یک کاری بکنم. تو رو خودتون میتونی یک کاری زودتر برای این بیشم بکنی؟ میتونی؟ تو که میدونی من نه از فروغ دل خوشی دارم نه از بیژن، ولی به خاطر تو هر کاری بکنم. ممنون، خدا خیرت بده. من که دیگه داره گرسنه‌ام میشه. منم خیلی گشنه‌ام. بهتر بریم پایین. فروغ میگم چطوره من شب همینجا بخوابم روی این تخت ها؟ اینجا که چیزه؟ فقط یه پتو به هم بدی کافیه. نه اینجا نصف شب یخ میزنی، خیلی سرد میشه. مهم نیست، فقط یه پتو. سلام آبایی. سلام. خب چی کار میکنی آقا فروغ؟ چی؟ میتونم اینجا بمونم یا اینکه فکر میکنی باید اجازه بگیریم؟ نه موضوع اجازه نیست، ولی واقعا میگم شهرام به جون خودم اصلا نمیشه اینجا خوابید. یه پتوی باله شما انرودی کفایت میکنه. ماما جانم، این دوست بابا میخواد اینجا بمونشه. چه بمونشه؟ آره خودم شنیدم، گفت همینجا رو پشت بوم میخوابم روی این تخته. غلط کرده دوست بابا. کوچه دارم چه خبر شده؟ هیچ. کیمیا چی شده؟ هیچی، یارو شهرام میخواد شب خونه ما بمونه. اینجا؟ سلام مهری خانم. سلام. شام آماده است؟ ما داشتیم با آقا شهرام میمدیم پایین برای شام. آقای کانفر خودشون میدونن که هر کسی مهمون دعوت میکنه اینقدر شعور داره که خودش هم شامو فراهم میکنه. من بدون دعوت نمیمدم، پس حتما مهمونم دیگه. کدوم مهمونه به خودش شام میاره؟ نمیدونم. ببخشید فرخ، اگر خانمت راضی نبود. نه بابا این چه حرفه. برخلاف فرخ، من با هیچ کس رو درواسی ندارم. آقای کانفر مشکل شوهر من اینه که با همه رو درواسی داره و حرفشو نمیتونه بزنه. مشکل شوهر شما اینه که خواسته های بزرگی داره. جدا؟ خواسته شما چیه؟ چی میخواید شما؟ به نظرم جاده رفاقت دو طرفه است، هر رفتی اومدی داره. حق با ایشونه، راست میگن. راه فرخ با راه شما آقای کانفر زمین تا آسمون فاصله داره. من فقط میخوام بدونم در مقابل این کاری که داریم برای فرخ انجام میدین، بعدها چه خواسته هایی از فرخ دارین؟ شما نگران نباشید، من حد و اندازه آدم ها رو خوب میشناسم. خدا رو شکر
که شما میدونید فرخ در حد و اندازه توقعهای شما نیست. ببینید مهری خانم، این حرفای خورده مردونه است. اگه اجازه بدید منو فرخ حلش میکنم. آره من مردونه است، سور پایین من بعدا میام برای توضیح میدم. من یه سوال از شما کردم، جوابشو میخوام. از فرخ چی میخوایی؟ مثل این که بده کارم شدم. فرخ من الان واسه چی اینجا هستم؟ نه بابا بهت گفتم که به خاطر بیژن پاشد اومده اینجا. و استعفات فرو؟ و استعفا؟ بله. مثل اینکه سوء تفاهم شده. نه سوء تفاهم نشده. شما در راه خدا این کار رو بس فرخ میکنی؟ معلومه که نه، به خاطر رفاقت. شما بهتر از هر کس دیگه میدونی که من و فرخ الان تو چه موقعیتی هستی. شما بله، اما فرخ تو این موقعیت نیست. فرخ قاطی خودتون نکنی. آقای کانفر من میدونم از موقعی که شناسایی شدین حتی پاتون رو تو اون خونه نمیتونین بذارین، تو خونه خودتون. پس همه چیزو میدونی؟ بله. و باز اینجوری از مهمون پذیرایی میکنی؟ شما انتظار داری من از پذیراییم؟ خواهش میکنم مری، معلومه چی داری؟ معلومه فرخ، خانومت داره رسمن مهمون تو از خونت میندازه بیرون. آقا شهرام ببین منم، من واقعا متاسفم. منم متاسفم فرخ، من به خاطر حرفایی که زنت به من زد. اون بالاخره یه زن خونه‌دار، انتظاری ازش نمیره. من بیشتر به خاطر تو متاسفم که هر کاری که میکنی خودتو موظف میدونی سیر تا پیازشو واسه زن توضیح بدی. شهرام، خدا میبینی دست من نیست، من خیلی شرمندم. به جای شرمندی که تکلیفتو با خودت روشن کن. تو بالاخره میخوای استعفا بدی یا نه؟ میخوای جون بیژن از مرگ نجات بدی یا اصلا میخوای فراموشش کن؟ نه من که قدر زحمات تو رو میدونم والا. امشب فهمیدم که نمیدونیم، چون تکلیفت با خودت روشن نیست، چون هنوز باورت نشده تو چه وضعیتی هستیم. فرخ یه خواهشی دارم ازت، تا وقتی که زنت درباره یه کارات تصمیم میگیره دیگه سراغ من نیا. بابا نمیتونه مردم محل چی دربارمون میگه. باید باش حرف بزنم. هر چی رو باید بدونه خودم بهش گفتم. نه دیگه نگفتی که شهرام پامیشه میاد. کافیه. کیوان مامان جان بیا این غذا رو بردار ببر بده. اینو بده این بدبختی بخوره اینجا بمونه. خودم بدبخت تر از همه. خودم بخورم. بخور. ای آخه این چه رفتاری بود، این چه کرداری بود، چرا این حرفا رو به این بدبخت شهرام زدی؟ قبلا بهت گفته بودم گوش نکردی. از دو وقتا یه کاری میکنی که آدم شاخ در میره. شاخ در نیار، اینقدر به این مرتیکه بی همه چیز رو دادی که میخواست امشب اینجا تشریف داشته باشه بخوابه. تعجب میکنی؟ خدا من برای آخرین بار به تو میگم مهری، من با این شهرنام هیچ سننی ندارم. چجوری باید به تو بگم؟ اون فقط یه وسیله است، یه مهره است که داره کارهای من انجام میده. خیلی خوشخیالی، تو یه وسیله‌ای که داری کارهای اون انجام میدی. معلوم از چی میگی؟ مهری من بچه نیستم، اینقدر منو تحقیر نکن. من هر کارو تصمیم میگیرم با چش و گوش باز این کارو میکنم. با چش و گوش باز؟ بله. اگه چشم و گوشت باز بود میدیدی همسایه های جیک و پیک شهرام کامفر کشتن بیرون. شغلش، کارش، موقعیتش تو سواک سیر تا پیاز زندگیشو میدونن. الان نشستن تو خونهشون درباره رابطه ما با آقای شهرام کامفر دارن مزخرف میگن. شاید این سیر و پیاز رو تو رفتی براشون تعریف کردی. من؟ بله من آرم میاد بگم شهرام کامفر پاشو تو حیاتو خونه ایمان میزنه. من رفتم گفتم.
خوبه، حالا برو با افتخار دادار رو دور کن، به همه بگو که شهرام کامفر رو زدی از خونت انداختی بیرون. شاد برات کف بزنن، شاد هورا بکشن. میرم میگم، مطمئن باش که میرم میگم، اما نمیذارم شهرام کامفر از این به بعد سایش به خونه من نزدیک شه. اینجا خونه من هست یا نه؟ حق دارم یا ندارم؟ بله حق داری، ولی حق نداری تو کارهای من دخالت کنی، فهمیدی؟ دیگه تو کارم دخالت نمی کنی. چرا اینجا خوابیدی؟ ساعت چنده که میخوا؟ نرفتی مدرسه هنو؟ دارم میرم. چرا شما برو چی نخوردی؟ نه حالا گرسنه نیست. پتو تو انداختی؟ نه مامان، حالت خوبه؟ چیز شده؟ دیرته، هفته رو به برو قربونه. خوبی شما؟ آره من خوبم. مطمئنی؟ آره برو، من خوبم. خداحافظ. خداحافظ. دست درد نکنه. سرما خوردی؟ نه. بشین یه چای برات بیارم بخوری. گریه کردی؟ نه. بشین یه دو کلمه. نه چی بشینم؟ چیزی شده؟ نه هیچی نشده. تو خودت کله صبحی رو افتادی، کجا میخوای بری؟ به خدا شرمندتم، تو این گرفتاری که خودت داری، ولی من کسی رو جستو ندارم. میگم کجا میخوای بری؟ گفتی سرای داره مشفق گفته که دارن شرکت رو جمع میکنن. آره. خب مشفق برگشته داره شرکت رو جمع میکنه. من که بهت گفتم. حالا چیکار میکنی؟ دستم به دامنت، بیا با هم بریم شرکت. با هم بریم شرکت، تو دوباره کتک بخوری. آی من بخندم، خیلی خوبه. خب چیکار کنم؟ هیچی، بمون خونه، حواست به کامران باشه. من خودم دوباره میرم. خب اینجوری خطرناک نیست تو بری؟ با تو رفتنش خیلی خطرناک ده. بشین چای بیارم فعلا. سلام علیکم. سلام علیکم. نباشی. دو سه روز پیش اومده بودم، گفتم برم پیش آقای رئیس، نبودم. چند روز پیشم بهت میگفتم اینا کارگر نمیخوان اینجا. بفرمایید. من یه دقیقه برم ایشونا ببینم، شاید یه دوستی آشنا بود. وقت قرار نداره. کارشون خیلی زیاده، وقت نداره هر کی تو ببینه که. بابا ایشون بالاخره دستش به خیره. چهار تا دوست داره، آشنا داره، رفیق داره، کس و کار داره. بلکه یکی رو بشناسه که منو ببره سر کار. گرفتارم. شما جای برادر منی، نمیفهمی من چی میگم؟ لا اله الا الله. بذار یه زنگی بالا بزنم. الو، کجا خانم؟ کجا؟ بله آقا اسماعیل، دیگه چیه؟ خیلی خوب. ای بابا، مگه من نگفتم؟ بابا مگه نمیدونی تو اینجا؟ از دست تو آقا اسماعیل. بابا خود دو کلم با مردم حرف بزن درست دیگه، هی زنگ میزنی به من، با منم کار دارم هزار تا. خیلی خوب، خودشون اومدن. سلام، خسته نباشین. سلام خانم، شما برای کار اومدین؟ بله. مگه نگهبان نگفت به شما که ما کارگر نمیخوایم؟
نظافتچی، آبدارچی، هر چی بخواین. چه نظافتچی، آبدارچی؟ خانم شرکت داره تعطیل میشه، ما هم داریم میریم. بفرمایید. حتا اون موقع خب. خانم لطف کنین سریع اینا رو بفرستین اداره ثبت. فقط بهشون بگین رسیدم باهاتون تماس بگیرم. چشم آقای مشفق. آره. جونم پدر. اصل کارو نبردی. اینجوری میخوای بزیر اسمم بشی؟ ببین تا آخر ماه باید تموم شه. حتما. دادم پیگیر کن. خانم اینا اضافه کن. بله چشم. بخشید. این خانم اینجا چیکار دارن؟ خانم شما که هنوز اینجایی، من گفتم که اینجا داره تعطیل میشه، ما هم کارگر نمیخوایم. بفرمایید. چشم. برای کار اومده بودن آقای مشفق. ببخشید تشریف بیارید. چه کسی نشونی اینجا رو به شما داد؟ و گفت ما به کارگر احتیاج داریم. این شرکت هایی که رفتم گفتن توی ساختمون یه شرکت هست. گفتم شاید. یعنی احتیاج مالی داریم؟ بله بچه کوچیک دارم. متاسفانه ما اینجا به کارگر احتیاجی نداریم، ولی اگر احتیاج مالی دارید بفرمایید، هر چقدر میخواید بردارید. من گدا نیستم. من دو تا کامیون هم کردم برندم انبار بار بزنم، با عزتون یه سر میرم اونجا. فقط با خریدارم صحبت کردم، فهمیده بود میخوایم جنگ کنیم بریم، تمام کرده بود. گفتم این میخوای قیمت پرت و پلا بدی که اصلا قرار رو کنسلش کنم. برای قرار شد با املاکی بیان اینجا یه قیمتی رو مبله بذارن، اگه شما صلاح دونستین بریم پای قرار داد. باشه بابا. با اجازه. آرش جون. هیچ، برو. با اجازه. بله خانم سلام. بالا که بهتون گفتن ما متاسفانه کارگر جدید نمیخوایم. من برای کار نایمدم، گدام نیستم. من اومدم با شما صحبت کنم. بفرمایید، من در خدمتتونم. من مجبور شدم دروغ بگم، با اینکه چاره دیگه ای نداشتم برای دیدن شما و حرف زدن با شما. حالا من در خدمتتونم. بفرمایید، فقط من خیلی عجله دارم. چشم. چرا خدا اگه پدرتون اومدم پایین بگین من داشتم برای کار التماس میکردم. چشم، بهش میگم. بفرمایید. من باید یه حقیقتی رو به شما بگم. چه حقیقتی؟ یه چیزی که 20 ساله از شما مخفی کردم. شما نمیدونین، هیچی راجبش نمیدونین. هر دروغی بهتون گفتم باور کردین. بفرمایید خانم، چه حقیقتیه؟ درباره مادرتونه. خانم مادرم 20 ساله متاسفانه از دست دادم. این همون حقیقتیه که دربارش بهتون دروغ گفتن. آقا آرش، مادر شما زنده است، اسمش مهتاب، الانم تو خونه ما نشسته که شما رو ببینه. تو رو خدا حرفای منو باور. خانم شما اسم منو حفظ کردین. درستم به گوشتون رسید. شما 5 سالتون بوده. یعنی عکسی که مهتاب از شما داره همون عکس 5 سالگیتونه. من بعدم بهتون نشون میدم که حرفای منو باور کنید. یعنی من به استناد یه عکس باید همه حرفاتون رو باور کنم؟ شما خودتون گفتین دروغ گفتین. کیسه دوختی؟ نه، کیسه‌ای در کار نیست آرش. کیسه برای چی بدوزم؟ من مادرم، بچه دارم. یه دقیقه بچه من از من دور بکنن دق میکنم. مادر شما 20 ساله آه داره میکشه برای چرا خودش نیومده؟ خودش برای اینکه فکر نمیکرد شما از آخرش. من اینجا نمیتونم حرف بزنم، اگه بابات بفهمه پدر منو در میاره. بفرمایید سوار شین، فقط امیدوارم دروغ نگفته باشین. مطمئن باشین دروغ نیست.
آرش. 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 پسرت دیدم. کپی بابات خدا بیامرز. میشه به فاروق پارسا اعتماد کرد؟ مطمئنی بهت خیانت میکنه؟ بیست سال هیچ نشونه ای از شما نداشت. امروز کجاست؟ الان که میدونست کجا. یعنی شما به من دروغ گفتین؟ آره. مادرم زنده است دیگه. نه، مادرت مرده از زمانی که هوسش و خودخواهیشو به من و به تو ترجیح داد. از نظر من مرده.